من از سال 1972 پرواز رو با هواپیمای گلایدر در فرودگاه دوشان تپه شروع کردم. بعد که رفتم شیراز دیگه منتظر بودیم باشگاه هواپیمایی شاهنشاهی باشه که این مراسم افتتاحیه‌شه با شاپور غلامرضا، و بلافاصله سه تا هواپیمای پایپر برام آوردن و ما شروع کردیم با تمرین پایپرا. کاپیتان خداداد عزتی مرحوم کاپیتان DC-6 بودن و ما چهار تا اولین شاگردای دوره اول هواپیمایی شاهنشاهی یا هواپیمای موتوری بودیم. علت اینکه با این هواپیما عکس زیاد گشتم اینکه باش بیشتر از 50 ساعت پرواز دارم. هواپیمایی که زیاد باش پرواز کردم بیشتر ویدیوشون رو گذاشتم یا عکسشون رو گذاشتم. اونا که باشون خیلی پرواز نشتم فقط یه عکس شاید حد اکثر باشه و رد میشه و میره. اینم پس این هواپیمای پایپر چروکی 180 با موتور 180 قوه اسبی. ما موقع نمی‌رسیم پایپر بهتر یا سسنا. در این گروه سنی سسنا بهتره، یعنی در این گروه سایز هواپیماینا هواپیمای سسنا بهتره، ولی در گروه‌های بزرگتر هست که پایپر هواپیمای خوبی داره. به هر حال بعد از اون اومدم امریکا با این سسنای 150، حتی این عکس واقعیش نیست، از تو گوگل در بودم، با یه سسنای 150 در کلرادو یه ساعت پرواز کردم ببینم تو امریکا چجوریه. برگشتم ایران به سربازی مجدد احضار شدیم و با هواپیمای سسنای 180 و 185 که هر دوش تیل درگر بود پرواز کردم. حتی من نه تیکاف میکردم نه لندینگ چون با تیل درگر اصلا آشنایی نداشتم. این هلیکوپتر مال هواپیمای ژاندارمری بود. به من اجازه دادن تو پارکینگ بعضی وقتا عقب جلو که میخواستم بکنن هلیکوپترها رو ما میرفتیم یه کاره میکردیم. این جت رنجر رو روی خلیج فارس یه 5 دقیقه دادن دست ما هدایت کنیم. حتی من منوال رو کامل خونده بودم، به این آسونی نبود که چیز باشه. این هواپیمای ساواناه، از این هواپیمای سبوکه. این یکی FK9ه که طراحی قشنگی داره، اتاق قشنگی داره. با هر کدوم از اینا من شاید یه ساعت شاید دو سه ساعت پرواز کرده باشم. این یکی A22ه با آقای کاپیتان موسوی که الان کاپیتان هواپیمای مسابقه ریتم امریکا هست. یکی هواپیمای ایکاروسه، با اینم حداقل یه پرواز رو داشتم لابود. یکی هواپیمای داینامیکه که سوار شدم که اگه بخوام بخرم با کسی که نمایندگیش رو داشت. اون شیشه بالاش من خیلی اذیت میکرد، یعنی آفتاب قشنگ رو سرتونه. این از این هواپیمای شورت تیک آف لندینگ استول فکرم زنیت اگه اشتباه نکنم یا زینت، حالا ما میگیم زینت تو فارسی. ولی یکی هواپیمای تکنام 2008. بعدش من بعد از اون دیگه هواپیمای سی تی رو رفتم سی تی ال اس در آلمان آزمایش کردم و یه دونه سفارش دادم که بعد از چند ماه برای ما اومد و اونو دیگه به اسم شرکت بود و اسم آریا دیزل و آرم آریا دیزل و این مسائل روش گذاشتیم. این هواپیمای سی تی ال اس هم چون من باش پرواز زیاد دارم بیشتر از 100 ساعت، این رو هم ازش ویدیو بیشتر گذاشتم تا بقیه هواپیماها. این عکس ها البته موقعی که من کپی میکردم همه بزرگ بود، یه جورایی وقتی میاد کپی میشه و اینا تبدیل چیز کوچیک میشه، نمیدونم اصلا قابل گذاشتن روی ویدیوهای یوتیوب اینا باشه یا نباشه. به هر حال تنها چیزی که داشتم، من با 28 هواپیما و هلیکوپتر و گلایدر مختلف در 53 سال گذشته پرواز کردم. خود این تجربه خوبی، اگرچه ساعت پرواز من حدود 300 ساعت بیشتر نیست، ولی تجربه این سالها و این مدل‌ها تجربه آدمو زیاد میکنه. این سولو شدن من بود با هواپیمای سی تی ال اس. من یه بار با پایپر سولو شدم، بعد سالیان سال با این هواپیمای سی تی ال اس سولو شدم، بعد سالیان سال با دایموند دوباره توی امریکا سولو شدم. و توی امریکا دیگه نه آبی رو سر ما ریختن نه هیچ. این دوباره همون هواپیمای سی تی ال اس مال شرکت. تبلیغ خوبی بود برای اینکه به مشتری‌ها بگیم این هواپیمای ما برای کمک به شما گرفتیم، کامیونتون یه جا خراب بشه لوازم و اینا در دسترس نباشه ما فوری با هواپیما براتون میفرستیم. و واقعا هم این کارو میکردیم، منتها خب تعداد دفعاتی که این اتفاق میافتاد و هواپیما میتونست بره خیلی کم بود.
این تبلیغی که درست کردیم که ما هواپیما داریم، کامیونتون خراب باشه تو جاده گیر کرده، میبینید که کامیون است که جلوی اتاقش بالاست و هواپیما رفته که مثلا به کمکش بره. این موقعی است که ما بر اثر نداشتن بنزین اومدیم کرش لندینگ کردیم، یعنی لندینگ کردیم ولی افتادیم توی دستانداز، چرخ جلو و ملخ جلو شکست. این هواپیمای سسنا 172 که رقیب اون پایپری است که اول نشونتون دادم، ما با این، من با کاپیتان، یکی از دوستان کاپیتانی که تازه بازنشسته شده، با هم رفتیم پروازی کردیم و بعد من با این سسنا 152 پرواز شب 3 ساعت لازم داشتم، با این هواپیما رفتم با یه خانم ویتنامی 3 ساعت یه ضرب پرواز کردیم از این فرودگاه به اون فرودگاه در شب. این سولو شدن من با هواپیمای دایموند DA4D دیزل. این DA4D دیزل من در ضمن همون با هواپیمای بی موتور با موتور بنزینی دیزلی و برقی پرواز کردم، هر مدلی که دیگه موجوده. این مدل بنزینی همون هواپیمای قبلیه، موتور این همون 180 اسبی مثل لایکومینگ بود، اون قبلیه دیزلیه 168 اسب و دیزل، ولی خب 168 اسبی که 10000 پا میرفتی همون 168 بود چون توربو دیزل بود. این هواپیمای DA62 بزرگترین هواپیمای دو موتوره است که من در زندگی باش پرواز کردم. در اتریش وقتی می‌خواستیم نمایندگیشو بگیریم، هواپیمای 1.5 میلیون دلار و حرف نداره. این سیروس SR20 که اولین هواپیمایی بود که دنیا رو چرت گذاشتن. این هواپیمای سسنا 182 همون مثل 172 ولی موتور این 6 سیلندره، یه ذره بزرگتره. این سیروس SR22 که الان مثلا 1200-300 قیمت داره، این هم همون چرت داره ولی هواپیمای بدقلقیه کله. این رابینسون R22 که من تو تعلیمات هلیکوپتر باش دیدم و مجموعاً 5 ساعت تعلیمات گرفتم رو این و رو R44 که مدل 4 نفره همین هست، اینجایی که در عکس اینجا میبینید این R44. این هم هواپیمای الکتریکی آخرین و 28مین هواپیمایی که من پرواز کردم. ببینیم حالا بیشترش میتونیم بکنیم یا نه. خوب و خوش باشید.